سر خط خبرها. واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی به تایید حکم اعدام 3 نفر از معترضان آبان در ایران. 112 فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی خواهان لغو حکم آنها شدند. نگرانی از عرضه ماسک‌های دست دوم در ایران. یک عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌گوید زباله‌گردها ماسک‌های استفاده شده را وارد چرخه مصرف می‌کنند. کتابی سراسر انتقادی از برادرزاده دونالد ترامپ. مری ترامپ می‌گوید عمویش خودشیفته و متقلب است. و ضربه کرونا به صنعت گردشگری در مصر. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. بعد از تایید حکم اعدام 3 نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان پارسال در ایران، 112 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای خواستار لغو این حکم شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با استفاده از هشتگ اعدام نکنید به این حکم اعتراض کردند. دیشب همزمان نت بلاکس، سازمان نظارت بر اینترنت، از اختلال عمده در اینترنت ایران خبر داد. با این حال هنوز مشخص نیست این اختلال با اعتراض به حکم اعدام این 3 نفر مرتبط باشد یا نه. جزئیات بیشتر در گزارش فرین عاصمی. شبکه‌های اجتماعی: امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوانی که از دستگیر شدگان اعتراض‌های آبان 98 هستند و حالا حکم اعدامشان تایید شده. میلیون ها توییت و پست اینستاگرامی و فیسبوکی از کاربرانی با گرایش های متفاوت از عصر سه‌شنبه به وقت ایران در اعتراض به حکم این 3 نفر با هشتگ اعدام نکنید منتشر شد. اعتراضی مسالمت‌آمیز به خشونت و درخواست برای پایان آن. خبرگزاری فارس امروز گزارش داد به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی برای این 3 نفر اعاده دادرسی صادر و حکم آنها موقتاً متوقف شده. ساعتی بعد از انتشار این خبر، فارس در اصلاحیه گفت اعاده دادرسی منوط به درخواست وکیل است و چنین درخواستی داده نشده. در وبسایت ترنس 24 که موضوعاتی را که در 24 ساعت گذشته در توییتر داغ بودند نشان می‌دهد، هشتگ اعدام نکنید برای ساعتی بین هشتگ‌های اول جهان بود. هشتگ اعدام نکنید در روزنامه‌های امروز ایران جایی نداشت. هیچ کدام از روزنامه‌ها به آن اشاره نکردند، اما روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در گزارشی به اعتراض گسترده کاربران ایرانی به حکم اعدام 3 معترض آبان ماه اشاره کرد. تعداد زیادی از کارگردان‌های سینما، بازیگران، موسیقیدانان، پزشکان و دیگر افراد در این طوفان توییتری شرکت کردند. حتی بعضی نزدیکان به حکومت همین هشتگ را استفاده کردند. محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، یکی از این افراد بود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ایران سال گذشته 251 نفر را اعدام کرده و از نظر تعداد اعدام‌ها بعد از چین در جهان در مقام دوم است. همزمان با داغ شدن هشتگ اعدام نکنید، خبرهایی از اختلال اینترنت در ایران هم منتشر شد. سایت خبری آیتی ایران نیز در حساب توییتری خود با انتشار نموداری از اختلال اینترنت در بعضی شهرها و اپراتورهای ایران خبر داد. نت بلاکس که بر شبکه جهانی اینترنت نظارت می‌کند هم این اختلال را تایید کرد. تایید شده اختلال قابل توجهی در چندین شبکه اینترنت در ایران بعد از ساعت 9:30 شب به وقت محلی دیده شد. داده‌ها نشان می‌دهد که این اختلال تأثیر عمده‌ای روی استفاده کاربران داشت و ارتباط شهروندان محدود شد. گرچه هنوز دقیقاً مشخص نیست اختلال در اینترنت به دلیل طوفان توییتری اعدام نکنید بوده یا نه، این مسئله برای بسیاری از کاربران داخل ایران یادآور قطع شدن اینترنت در زمان اعتراض‌های آبان ماه بود. یک هفته‌ای که حکومت ایران برای جلوگیری از خبررسانی درباره کشتار گسترده در این اعتراض‌ها اینترنت را قطع کرده بود. فرین عاصمی، بی بی سی. همونطور که در گزارش هم گفته شد، تایید حکم اعدام این 3 نفر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی داشته. تا جایی که هشتگ اعدام نکنید ساعت‌ها در صدر ترندهای جهانی بود. بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی هم با این هشتگ همراهی کردند. سیامک محیط‌زاده در یک گزارش دیجیتال بعضی از این واکنش‌ها رو مرور کرد. اندازه اعتراض رو می‌دونید، شما اندازه تنبیه رو می‌دونید، اندازه مجازات رو می‌دونید،
فقط و فقط هر کسی که اعتراض میکنه برخلاف شما اعدام، اعدام، اعدام. این جوانها جوانهایی هستن که آینده ساز مملکت ما هستن. مجازاتشون اعدام نیست. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از یوراسکوله فنلاند به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای غفوری، یک ساعت پیش دقیقا خبرگزاری فارس گفت که ابراهیم رئیسی این حکم رو در واقع خواسته که بازنگری بشه و عملا حکم اعدام لغو شده. بعد خبرگزاری میزان گفت این خبر اشتباهه، درست نیست، و حالا خبرگزاری فارس اصلاحیه‌ای داده و میگه که این اتفاق منوط به درخواست وکیل این افراد هست، در حالی که میدونیم که وکلای این سه نفر رو قوه قضاییه اصلا به عنوان وکیل قبول نداره و وکیل تسخیری به اونا داده. چه اتفاقی داره میفته؟ خب ببینید، من فکر می‌کنم این یک واکنشی است در یک اتحاد کم سابقه کاربران توییتر بر سر یک هشتگ. این صدای اعتراض شنیده شده به خوبی هم توسط جمهوری اسلامی، اونها شنیدند، در واقع کار به دستان جمهوری اسلامی، هم دنیا صدا رو شنیده. یک واکنشی است که از یک سو خواستند بر سر اون موضع بمونند که اون مشت آهنین رو، یعنی برای سرکوب تظاهرات که اعدام باشه، سر جاش حفظ کنند، بگن اون هست هنوز بالای سر مردم، و از یک طرف نوع انعطاف پذیری به خرج بدن. اشاره جالبی کردید به مسئله وکیل. تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی در واقع کیفری در ایران که اعتراض بسیاری از حقوقدانها و فعالان حقوق بشر رو هم برانگیخته در ایام اخیر، محدود میکنه رسما دسترسی به وکیل رو برای کسانی که جرائمشون امنیتی شمرده بشه. ما میدونیم هر اعتراضی در قوانین ایران میتونه جزء جرائم امنیتی باشه. اساسا این عدم دسترسی به وکیل خودش یک موزل بسیار بزرگی است که راه دادرسی عادلانه رو در جمهوری اسلامی سد میکنه. یک موضوعی هم که من میخوام بهش اشاره بکنم، استفاده از اعدام هست در واقع به دست جمهوری اسلامی برای طیف گسترده ای از جرایم. در واقع اینها میخوان با کارگیری مجازات اعدام مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی رو که خود حکومت در واقع به نوعی میتونه باعثش بوده باشه کنترل کنن، کاری که احتمالاً انجام نمیتونن بدن. ما در ایران، در قوانین ایران، از جرایم جنسی، از زنا و لواط اعدام ممکنه یه نفر بگیره تا تکرار جرم، همینطور که اخیراً در مورد یک متهم به تکرار مشروب‌خواری دیدیم میتونه اعدام بگیره. بقی، محاربه، افساد فی‌الارض، اساساً محاربه و افساد فی‌الارض مفاهیم بسیار بازی هستن، یعنی هر کسی رو که یک جرم سیاسی کرد بالقوه میتونن منتسبش بکنن به این مفاهیم و بهش اعدام بدن. حالا بگذاریم از اینکه در قتل اعدام داره، موارد دیگری هم مانند تجاوز، اینها هم با اعدام سعی میکنند که جلوشو بگیرن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در نهایت موفق نخواهد شد با حربه اعدام یا مشت آهنین اعتراضهایی رو کنترل بکنه که از دل جامعه بلند میشه. و به نظرم میرسه که جامعه چندان نسبت به این نوع از مجازات همدلی هم نداره، یعنی حتی در موارد خیلی سخت‌تر هم
به نظر میرسه که اعدام اون کارکرد خودش رو که شاید در گذشته این بوده که درس عبرتی برای دیگران باشه، اما ظاهرا از دست داده، چون جامعه هم میبینیم که در اون کارزار شرکت میکنه و چنین به این شکل در شبکه‌های اجتماعی ترند میشه. فکر میکنید حاکمیت این دلیل اینکه این رو متوجه نشده جداییش از جامعه هست، یا اینکه اصرار داره که این رو به عنوان یک اهرم در واقع فشار و ارعاب نگه داره بر سر جامعه؟ اولا که همینطور که شما اشاره کردید، ببینید مردم در ایران خیلی از موارد از حکومت بسیار جلوتر و مترقی‌ترن. برای مثال ما در مورد قصاص که نوعی اعدام هست در واقع برای قتل عمد استفاده میشه، در سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران در سال 2019 میلادی گزارش داد که 225 نفر قصاص شدند، ولی در این حال 300 و حوالی 370 بخشش داشتیم. یعنی خود مردم هم تمایل دارن کم کم که اینجور قوانینی رو که متعلق به گذشته است پشت سر بگذارن. اما اینکه چرا حکومت صدا رو نمیشنوه و اصرار داره؟ ببینید حکومت چاره دیگه نداره. در تاریخ جمهوری اسلامی ما این رو سر و سر دیدیم. خرداد 60، خرداد 60 کسانی رو که اعتراض کرده بودند علیه حکام در اون زمان، آمدن جوانها رو اعدام کردند بدون احراز هویت و عکس هاشون رو در روزنامه اطلاعات زدن، گفتن ما اینها رو بدون اینکه اصلا بدونیم نام و نشانشون چیست اعدام کردیم. دادستانی انقلاب مرکز این رو اعلامیه کرد، مردم بیان بچه‌هاتون رو بردارید ببرید. در سال 67 دیدیم اعدام های دست جمعی رو. ببینید سال 89 دقیقاً بعد از اعتراض های انتخابات سال 88، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌پلی، سه تن دیگر رو اعدام کردند، در صورتی که وکیل فرزاد کمانگر میگفت که یک مدرک برای گناهکاریش وجود نداره. سعی کردن اون اعتراض‌ها رو کنترل کنن. الان هم اعتراض‌های آبان ماه رو، اعتراض‌هایی که خب می‌دونیم توالیشون خیلی به هم نزدیک شده، این اعتراض‌ها رو برای اینکه کنترل کنن سعی می‌کنن از سیاست مشتاهنین استفاده بکنن، به خاطر اینکه اون راهکارهای اصلی رو برای اینکه ریشه‌های اعتراض که مسئله معیشتی هست، فشار سیاسی هست، فشار اجتماعی هست و اقتصادی، اینها رو نمیتونن به سادگی حل بکنن. سعی میکنن که ارعاب بکنن اون مسئله النصر رو به رعب، سعی میکنن با هراس افکنی پیروز بشن. من فکر میکنم صدا رو حکومت شنیده، ولی فعلا چاره دیگری غیر از استفاده از اعدام و سیاست ارعاب برای خودش نمیبینه. ممنونم از شما کامبوز غفوری، روزنامه‌نگار از یوسکولای فنلاند. انتشار اخبار و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی درباره جمع‌آوری ماسک‌های دست دوم و عرضه مجدد اونها در ایران نگرانی‌هایی رو برای شهروندان به همراه داشته. روزنامه همشهری در گزارشی از پمپ یک خشکشویی در شرق تهران به دلیل اتوکشی ماسک‌های دست دوم خبر داده. محمد رضا محبوب‌فر، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، در گفتگو با همشهری تایید کرده که زباله‌گردها بخشی از ماسک‌های دست دوم رو جمع‌آوری می‌کنند و بعد از شستشو و اتوکشی دوباره وارد چرخه مصرف جامعه می کنند. آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی آموزش و سلامتی از لس آنجلس با ما هست. آقای علایی، خیلی از این ماسکا ظاهرا قابل شستشو هم هستند. به ما بگید که خطر این که این اتفاق میفته و عملا از توی سطح‌های زباله جمع‌آوری میشن و دوباره به چرخه فروش برمیگردن چه است؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید این نکته خیلی نکته مهمیه. اصلا دلیل این که توصیه میشه افراد ماسک بزنن به این سببه که در هوای محیط اطراف هر فرد ویروس وجود داره، ویروس کرونا عامل کووید 19، و این ویروس میچسبه به این ماسکا و این ماسکا جلوگیری میکنن از ورودش به دهان و بینی تا حدودی. پس ماسک خودش بالقوه مکانی است برای وجود ویروس. حالا اگر این ماسک ها یک بار مصرفه، دیگه نباید دو مرتبه مصرف بشه. یعنی یک بار که فرد استفاده کرد، اون هم به روش مشخصی که بتونه کنترل عفونت کنه، باید برداشته بشه و دور انداخته بشه در مکانی که مطمئن هستیم اون مکان به بازیافت نمیره. پس این یک نکته. اگر میخواهیم ماسکایی هست که میخواد دو مرتبه استفاده بشه، باید از ویروس پاک بشه. به این سببه که باید حرارت بخوره و این ماسکا ماسکای یک بار مصرف نیستن که در بعضی فیلم ها ما میبینیم که داره گزارش میشه. پس این نکته خیلی مهمه که شهروندان بدانن ماسکا خودشان مکانی هستند برای وجود ویروس و گسترش ویروس و باید این آلودگی رو ما جدا کنیم. اصلا بابت ماسک زدن و هدف ماسک زدن اینه. و این متاسفانه نشان میده که دو موضوع مهمه. یک، عدم آگاهی افراد
نسبت به اینکه چرا ماسک میزنن و دو به خاطر مسائل اقتصادی. و من از همینجا میخوام استفاده کنم که چرا ما نگرانیم برای اینکه الان موج دوم که داره رو به گسترش میره بیماری خیلی نگرانتر از موج اولیم، به خاطر اینکه معاون پژوهشی وزارت بهداشت اعلام کردن که ما در شهرهای کوچیک داره گسترش بیماری رو به روستاها میره و در تهران زنگ خطری است که بعضی از افراد کمیته کشوری اعلام کردن 15-20% احتمال ابتلای افراد هست. در روستاها امکان و دسترسی به برنامه‌های تخصصی، بیمارستان‌های تخصصی و پرسنل تخصصی وجود نداره و اگه این گسترش پیدا کنه رو به روستاها، ما تعداد مرگ و میر روستاییمون زیاد میشه. آقای علی وقت زیادی نداریم، اگر خیلی سریع بتونید به ما بگید، آقای روحانی گفته که ما موج دوم داره از سرمون میگذره، این درسته؟ نه، به هیچ عنوان موج دوم اثر نمیگذره. تمرکز نیروها وقتی که در یک شهر میشه باعث میشه که در اون شهر آمار کم میشه ولی شهر مجاور میره رو بالا و نگرانی درست تهرانه. یعنی اگر تهران به همین سو بره، چون تعداد جمعیت 15 میلیونی اگر 20%ش بشه 300 هزار نفر و 10% نیاز داشته باشن به بستری، یعنی 30 هزار نفر میتونن در هر هفته نیاز بستری به بیمارستان داشته باشن، که این نشان میده که گسترش بیماری میره بالا، دو مرتبه میره بالا و با شدت بیشتر و با مشکلات بیشتر اگر عمل نشه به قرنطینه حاد شهر تهران. ممنونم از شما آرش علایی، مدیر انسازو جهانی آموزش و سلامتی با ما. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما. در ادامه واکنش‌ها به تایید حکم اعدام 3 نفر از دستگیر شدگان تظاهرات سراسری آبان ماه پارسال در ایران، 112 فعال مدنی و سیاسی خواستار لغو حکم اعدام آنها شدند. یک عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران میگوید زباله گردها با گردآوری و شستشوی ماسک‌های استفاده شده اونها رو به چرخه مصرف بازگرداندند. در ادامه این برنامه، ضربه‌ای سخت که کرونا به صنعت گردشگری در مصر زده. بالاخره بعد از کشمکش‌های طولانی در دادگاه، کتابی که برادرزاده دونالد ترامپ درباره شخصیتش و روابط خانوادگیشون نوشته منتشر شد. میری ترامپ که یک روانشناس بالینیست در این کتاب به روانکاوی رئیس جمهوری آمریکا پرداخته. اما انتشار این کتاب ممکنه چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بگذاره که کمتر از 4 ماه دیگه برگزار میشه؟ هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن گذشت. در این 3.5 سال که از دولت دونالد ترامپ می‌گذرد، کتاب‌های متعددی درباره نحوه تصمیم‌گیری‌های او و اداره دولت منتشر شده که خیلی از آنها مبتنی بر درز اطلاعات یا روایت‌های افرادی در داخل کاخ سفید بوده. ولی این بار این کتاب روایتی از شکلگیری شخصیت این رئیس جمهور آمریکا به دست می‌دهد که بی‌شباهت به روانکاوی نیست. جزئیاتی از نحوه تربیت دونالد ترامپ و مناسبات خانوادگی او نوشته برادرزاده‌اش که روابطش با این خانواده با تلخ‌کامی و کدورت همراه بوده. تلخی که در سرتاسر این کتاب ملموس است. ماری ترامپ 55 ساله از همان اسم کتابش با توپ پر شروع کرده. بیش از حد و همیشه ناکافی، چگونه خانواده من خطرناکترین مرد جهان را خلق کرد. او که پدر بزرگش فرد ترامپ را بابت سرنوشت پدرش که الکلی شد و جان سپرد سرزنش می‌کند، می‌گوید خانواده پدر بزرگش خانواده مشکل‌دار بود و این میلیونر فعال در ساختمان‌سازی با فشار گذاشتن بر پسرش دونالد و دریغ کردن عواطف پدری، این فرد را که سال‌ها بعد رئیس جمهور آمریکا شد نابود کرد. Mary Trump is extremely critical of her. ماری ترامپ خیلی خیلی منتقد عموش دونالد ترامپه. او که یک روانشناس بالینیه، میگه ارزیابیش از دونالد ترامپ اینه که او یک فرد خودشیفت است، یک نارسیسیست. سابقه تقلب‌ها و دروغ‌های دونالد ترامپ رو توضیح میده که میگه در دوره کودکی و نوجوانی شکل گرفته. یک ادعا در این کتاب هست که توجه فراوانی رو جلب کرده، که میگه رئیس جمهوری ترامپ یکی رو جای خودش سر امتحاناش میفرستاده تا وارد دانشگاه پنسیلوانیا بشه، چیزی که او مرتب به عنوان یک دستاورد مطرح میکنه. کاخ سفید به طور مشخص این ادعای کتاب رو رد کرده. کاخ سفید ادعاهای کتاب رو مسخره و غلط می‌خواند و میگوید که ماری ترامپ صرفاً دنبال معروف کردن خودش و بهره مالی بوده. خانواده ترامپ تلاش کردند هم جلوی انتشار کتاب و هم جلوی اینکه نویسنده آن با رسانه‌ها و در مراسم معرفی کتاب صحبت کند را بگیرند، ولی در هر دو مورد دادگاه در نهایت تن به این ممنوعیت نداد. این نخستین خنجری نیست که ماری ترامپ به عمویش زده.
او بعد از اینکه دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید، اسنادی را به روزنامه نیویورک تایمز داد که مبنای یک گزارش تحقیقی گسترده درباره پنهانکاری‌های مالیاتی او شد. حالا 110 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. رقابتی که دونالد ترامپ تلاش دارد با پیروزی در آن در کاخ سفید باقی بماند. و البته جبهه مخالفانش هم مصمم هستند جلوی او را بگیرند. ماری ترامپ که دور قبل هم به رقیب عمویش یعنی هیلاری کلینتون رای داده، پنهان نکرده که امیدوار است کتابش در این باره کمکی کند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. چند خبر کوتاه. به گفته وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 199 نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادن و در این مدت بیش از 2300 مبتلای جدید شناسایی شدند. همچنین سازمان نظام پرستاری از ابتلای 9000 پرستار به کرونا خبر داده و سازمان نظام پزشکی هم اعلام کرده 140 پزشک در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده با شناسایی 254 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار کل مبتلایان به حدود 35 هزار نفر رسیده. بر اساس اطلاعات این وزارتخانه در این مدت 32 نفر از مبتلایان جان باختند و آمار کل جان باختگان به 1094 نفر رسیده. با شیوع موج تازه کرونا در هنگ کنگ، دولت سختگیرانه‌ترین محدودیت‌ها را از زمان شیوع این ویروس اعمال کرده. بنابر اعلام دولت، همه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی باید از ماسک استفاده کنند. همچنین اجتماع بیش از 4 نفر ممنوع شده. کافه ها، میخانه ها و سالن های ورزشی هم تعطیل شدن و رستوران ها از ساعت 6 بعد از ظهر تا 5 صبح اجازه فعالیت ندارند. با ادامه بحران کرونا، اتحادیه اروپا فهرست جدیدی از کشورهای مجاز به پرواز به این اتحادیه را منتشر کرده. به گزارش رویترز، صربستان و مونتنگرو از فهرست جدید حذف شدند. آمریکا و ایران در این فهرست که از 13 کشور تشکیل شده همچنان جایی ندارند. اخیراً هواپیمای ایرانر از پرواز مستقیم بین تهران و بندر ریمینی در ایتالیا خبر داده بود، اما بعد از انجام پرواز آزمایشی ماجرا به طرح سوال از دولت در پارلمان ایتالیا کشیده شد. گابریل کارر، گزارشگر نشریه لاوریتا که فراز و فرود هواپیماهای ایرانی در اروپا رو دنبال کرده، از روم با ما هست. یک کمی راجع به این فهرست جدید بهمون بگید، چقدر قابل پیش بینی بود؟ قبل از هر چیز، عصر همه شما بخیر و ممنون از دعوتتون. باید بگم که اولین بار که این فهرست از جانب اتحادیه اروپا منتشر شده بود، اون نسخه اول همه رو سورپرایز کرده بود، متعجب کرده بود، به خصوص آمریکا، برای اینکه از لیست کنار گذاشته شده بود. اما فهرست دوم که باید بگم هر دو هفته به دو هفته، 15 روز به 15 روز بر اساس پارامترهای اتحادیه اروپا آپدیت میشه، به روز میشه بر اساس گسترش ابتلا به بیماری کووید، این نسخه دوم کسی رو زیاد متعجب نکرد، چون این دو کشوری که ازش حذف شدن طبیعتاً صربستان و مونتنگرو اون اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک آمریکا رو ندارن. طبیعتاً نکته جالب اینه که در حالی که ایالات متحده روی لیست نیست، در فهرست نیست، چین داخل این فهرست هست. البته یک شرطی برای چینی‌ها گذاشتن و گفتن که باید متقابل باشه، یعنی ما به شرطی به چینی‌ها اجازه پرواز میدیم که چینی ها هم به ما اجازه پرواز بدن به خاکشون. همونطور که پیشتر در استودیو شما شنیدیم از شما، بحث ایران این است که ایرانر گفته بود که میخواست یک خط جدید هوایی باز کنه بین تهران و ریمینی و خب این به این فهرست خیلی مرتبط میشد، برای اینکه همچنان ایران در این فهرست نیست و بنابراین طبیعتاً این پرواز جدید امکان برقراریش نخواهد. پیشتر میدونیم که هواپیمایی ماهان ایر خب یه مشکلاتی داشت به دلیل تحریم ها و مسائلی که با آمریکا پیش آمده بود و پروازهاش به اتحادیه اروپا هم لغو شد، ولی ایران ایر به راحتی پرواز میکرد. الان اما به نظر میسه که ایران ایر حداقل با ایتالیا یه مشکلاتی پیدا کرده. کمی از اون مشکلات هم برامون بگید. درسته، مانر طبیعتاً در این ماه‌های اخیر همونطور که میدونید در عمل از پرواز به اتحادیه اروپا کنار گذاشته شد، اول فرانسه و آلمان و بعد ایتالیا و بعد از اون در نهایت اسپانیا. بحث ایرانر یه خورده متفاوته، برای اینکه آمریکا از کشورهای اروپایی میخوان که ایرانر رو هم کنار بگذاره، چون ایرانر هم تحت تحریم‌های آمریکا هست و تحت عنوان تحریم‌های مستقیم آمریکاست. اما در عمل اتفاقی افتاده که واشنگتن
ایران هرگز جدا نخواست از ایتالیا که پروازهای ایرانی رو ببنده، بلکه بیشتر یک سری سوالهایی مطرح کرد درباره این پروازهای جدیدی که ایرانیر داشت سعی میکرد که برقرار کنه. و خب اینجا بحث این پرواز جدید به ریمینی مطرح میشه، برای اینکه در پارلمان اپوزیسیون از دولت طرح سوال کرد که البته هنوز دولت جوابش رو نداده، و خب بعضی از اعضای پارلمان دلیل این پرواز جدید، این خط جدید رو خواستن. طبیعتا اونها روی دو نکته تاکید داشتن، یکی بحث امنیتی قضیه بود، خطر تحریم مستقیم از جانب آمریکا اگر این خط جدید برقرار میشد، و بحث دیگر بحث کووید یا کرونا بود. نماینده هایی که این تقاضا را از دولت، این سوال را از دولت مطرح کردند، گفتن به چه دلیل باید که در یک لحظه بسیار دشوار برای ایتالیا از نظر کرونا متوجه ببخشید ما وقت بیشتری نداریم، به همین خاطر باید پرواز رو برقرار کرد. قطع بکنم. گابریل کارر گزارشگر نشریه لا وریتا با ما. مصر بسیاری از مکانهای تاریخی و گردشگریش رو که به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بود بازگشایی کرده، از جمله اهرام ثلاثه. اما بدون بازدید کنندگان بین‌المللی درآمد حاصل از صنعت گردشگری ناچیزه. یولان نل خبرنگار خاورمیانه بی بی سی گزارش در این باره ساخته. تمیزکاری تاریخی در اهرام ثلاثه برای هزاران سال اینجا که یکی از عجایب هفتگانه است بازدید کنندگان را به حیرت واداشته. اما کرونا صنعت گردشگری مصر را نابود کرد و به همراه آن زندگی میلیون ها نفر را. مانند اشرف که چون نمیتوانست نان سر سفره خانواده بیاورد، دو شترش را فروخت و این یکی که شتر مورد علاقش بود را نگه داشت. او میگوید برای همه سخت است. تنها غذای شتر روزی 6 دلار خرج دارد. جاذبه های توریستی باستانی حالا در شرف بازگشایند، اما جز گردشگران گاه و بیگاه اغلب خلوتند. در حالی که بعد از سالها گردشگری رو به احیا شدن بود، دوباره ضربه خورد. شهندا که راهنماست عاشق این است که کشورش را به گردشگران نشان دهد. از زمان همه‌گیری کرونا هزار مشتری تعطیلاتشان را لغو کردند. فعلا او با شوهرش به تماشای جاهای دیدنی می‌رود. تمام پروازها رو باید کنسل می‌کردیم و همینطور هتل‌ها رو. این یعنی بیکار شدن کارکنان هتل. شرکت ما و کارمندان دفتریش هممون کارمون رو از دست دادیم. بعد راننده‌ها، رستوران‌ها، همه اینها صدمه می‌خورن. وزیر گردشگری مأمور بازگرداندن کسب و کار و احیای اقتصاد شده. با وضع مقررات جدید بهداشتی و اینکه چطور خارجی‌ها می‌توانند به بعضی سواحل مصر سفر کنند. ما ماهانه 1 میلیارد دلار از دست دادیم. طبق محاسبات ما هنوز هم در هفته ها و ماه های آتی پول زیادی از دست خواهیم داد. احیای صنعت گردشگری زمان میبرد، اما مصر روی جذابیت تاریخ ماندگارش حساب کرده و این روزها چه جاذبه‌ای مناسب تر از یک ماسک طلایی. یولاند نل، بی بی سی نیوز. ممنون از همراهیتون در این بخش خبر.